با درود فراوان خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی، امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت و پر انرژی باشید. عرفان هستم و با یک ویدیو جالب دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. به خواسته خیلی از شما عزیزان موضوع این ویدیو رو به سفر روح اختصاص دادم. تذکر، این ویدیو فقط به افراد بالای 16 سال توصیه میشه. این ویدیو جنبه اطلاع رسانی داره و ایمان و باوری که بیننده از این ویدیو به دست میاره با مسئولیت خودش است. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت ببرید و تا آخر این ویدیو منو همراهی کنید. تصور کنید که با سرعت نور سفر میکنید. در آسمان بالای کره زمین پرواز می کنید و از فضای بیکران دیدن می کنید. تصور کنید که شما به هر مکانی که دوست دارید خارج از بعد زمان و مکان سفر می کنید. به حقایقی پی می برید که حتی برای دانش کنونی بشر هم ناشناخته است. تجربیاتی به دست می آورید که حتی فکرش را هم نمی توانید بکنید. تصور کنید که می توانید به هر کجایی که دوست دارید بدون هیچ محدودیتی سفر کنید. می توانید در اعماق دریا به کاوش بپردازید و یا به هر شهر یا کشوری که دوست داشته باشید می توانید سفر کنید. تصور کنید که می توانید به دوستان و خویشاوندان خود سر بزنید، هرچند هم که از شما دور باشند، و یا به دیدن انسانهایی بروید که دور از دسترس هستند و در واقعیت جسمشان دیگر وجود ندارد. تصور کنید که شما می توانید با خارج کردن روح از بدن سفری در بعد زمان داشته باشید. می توانید از تمدنهای باستانی حتی در زمان ساختشان هم دیدن کنید. یا حتی می توانید به آن سوی فضا، کرات دیگر، کهکشانها و مکانهای ناشناخته سفر کنید. ذهن انسان قابلیت‌های باور نکردنی دارد و علم تنها بخشی از قابلیت‌های ذهن را در می‌یابد. با کشف، تمرین و به کارگیری قدرت‌های ذهن که در درون همه ما نهفته است، می توانیم به واقعیت‌های پی ببریم که درک آن برای بشر آسان نیست. سفر روح یکی از این قدرت هاست که این قابلیت را به شما می دهد تا آگاهانه بدن فیزیکیتان را ترک کنید و با کالبد اختری به دنیای روحانی قدم بگذارید. کالبد اختری همیشه از طریق ریسمان نقره‌ای به بدن فیزیکیتان متصله و انرژی از طریق این ریسمان بین دو کالبد جاری می شه. ولی در هنگام مرگ این ریسمان پاره میشه و کالبد اختری ارتباطش با کالبد فیزیکی قطع میشه و با این عمل آگاهی ما در هنگام مرگ جسم فیزیکی را ترک میکنه. این در حالی که در پرواز یا سفر روح آگاهی ما در هر دو کالبد وجود داره و همین دلیله که اگر در حین پرواز روح کسی ما را صدا بزنه و یا اراده به برگشت کنیم و یا ترس وجود ما را فرا بگیره، سریعا میتونیم به جسممون برگردیم. قابل ذکر که این تناب به راحتی آسیب نمی‌بینه و امکان آسیب جسمی در زمان سفر روح وجود نداره. شاید از خودتون می‌پرسید چه میشه اگر روح به جسم برنگرده؟ در جواب باید بگم که چنین چیزی غیر ممکنه. اگر قرار بود که این تناب به راحتی آسیب ببینه، این اتفاق باید مدت‌ها پیش در طی خواب شبانه رخ می‌داد، زیرا که خیلی ها در هنگام خواب کالبد فیزیکی خود را ترک می کنند و در یک چشم هم زدن دوباره به جسم خود بر می گردند. ناگفته نماند که سفر روح فواید و ضررهایی داره که در انتهای این ویدیو با آنها خواهم پرداخت. سفر روح به دو صورت خواسته یا ناخواسته انجام میشه. در صورت اول شخص میتونه با اراده خودش روحش رو از کالبد فیزیکیش جدا کنه و اون رو کنترل کنه. در این حالت هیچ عامل دیگری به جز آگاهی در آن دخیل نیست. اما در حالت دوم که به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته، غالباً فرد از جدایی روح از بدنش آگاهی نداره و ممکنه که بعد از آن متوجه این موضوع بشه. به عنوان مثال در حالت خواب یا بیهوشی که در این حالت عقل خودآگاه فرد از کار میفته و به طور معمول انسان نمیدونه که روحش از بدنش جدا شده. موضوع سفر روح پدیده جدید و نادری نیست که در دوره خاصی به وجود اومده باشه، بلکه پدیده ایست واقعی که در تمام دوران زندگی بشر برای افراد خاصی وجود داشته و این مسئله
در زمان قدیم در مصر، چین، هند به عنوان یک باور وجود داشته. قابل ذکره که جدا کردن روح از بدن یک توانایی طبیعی برای انسانه که هر کسی قادر به تجربه کردن آنه. با وجود اینکه دانشمندان اطلاعات کمی در این زمینه دارند، اما از نظر برخی معتقدان سفر روح حالتی از خودآگاهی است که در آن انسان آگاهیش را از کالبد فیزیکی به کالبد اختریش انتقال میده و در این حالت دنیای روحانی را تجربه میکنه. یکی از معروفترین اشخاصی که در این زمینه سالیان سال فعالیت کرد، آقای مایکل نیوتن، محقق و روانشناس آمریکایی بود که در سال 1994 کتاب سفر روح را نوشت که این کتاب بسیار موفق بود و تونست جوایز زیادی را دریافت کنه. اشخاصی که قادر هستن آگاهانه سفر روح را انجام بدن میتونن در دنیای روحانی با موجودات و انسانهای معنوی عوالم بالا ملاقات داشته باشن و حتی از اونها آموزش ببینن. اونها میتونن با روح هدایتگر خود در ارتباط باشن و از او در تمام مسائل زندگی مشاوره بگیرن. این نوع انسان ها میتونن از پرونده آکاشیک خود دیدن کنن و درباره زندگی های گذشته، حال و آینده خود اطلاعات کسب کنن. این نوع انسان ها با کمک روح هدایتگرشون میتونن درک بهتر و عمیق‌تری از زندگی و هدف از آفرینش و آنچه را که میبینند و تجربه میکنند پیدا کنن. در مورد پرونده آکاشیک و روح هدایتگر حتما ویدیوهای جداگانه خواهم ساخت و در این کانال راز موفقیت به شما عزیزان تقدیم خواهم کرد. پس فراموش نکنید برای اینکه این ویدیوهای جالب رو از دست ندید، حتما در یوتیوب عضو کانال راز موفقیت بشید و زنگوله رو هم فراموش نکنید. سفر روح یا خروج از کالبد فیزیکی را تقریبا 10% از مردم تجربه کردند. البته درصد کمی از اونها این کار رو با اختیار خود و آگاهی انجام دادند. هرچند جدا کردن روح از بدن انسان رو در معرض خطر مرگ قرار نمیده، با این وجود خیلی ها از انجام این کار ترس دارن و فکر میکنن که احتمال این وجود داره که روحشون دیگه هیچ وقت به جسمشون بر نگرده. همونطور که در اول این ویدیو گفتم، کالبد اختری توسط یک تناب نقره‌ای به کالبد فیزیکی وصله که این تناب نقره‌ای در زمان پرواز روح آسیب ناپذیره و این به این معنیه که در هنگام جدا شدن روح از بدن هیچ خطری جسم را تهدید نمی‌کنه، ولی قابل ذکره که سفر روح عوارضی هم داره. در اصل زیاده روی در هر زمینه‌ای باعث آسیب زدن به انسان میشه. مهم اینه که انسان بتونه در هر زمینه‌ای که فعالیت می‌کنه تعادل برقرار کنه. فعالیت بیش از حد در زمینه سفر روح باعث میشه که انسان گوشه‌گیر بشه و میل به زندگیش کمتر بشه. اهداف او در زندگی تغییر می‌کنن و تنهایی را همیشه به جمع ترجیح میده. هرچند که تا به الان هیچ کس به صورت رسمی از عوارض سفر روح گزارشی نداده. در اینجا به فواید سفر روح میپردازم. انسان با انجام آگاهانه سفر روح از لحاظ معنوی رشد میکنه و میتونه به راحتی مشکلاتش رو در زندگی روزانه حل کنه. انسان میتونه در زندگیش تصمیمات درستی بگیره و با گرفتن تصمیمات درست زندگی بهتری رو برای خودش بسازه. انسان میتونه به واقعیت همه چیز پی ببره و متوجه میشه که او فقط در جسم خلاصه نمیشه، بلکه او دارای روح ابدی است. با تجربه سفر روح انسان متوجه میشه که در این دنیا هیچ مرزی وجود نداره و میتونه معنی واقعی آزادی رو بفهمه. انسان میتونه با انجام دادن سفر روح با روح هدایتگر خود ارتباط برقرار کنه و با مشورت با او هدف واقعی زندگیش رو پیدا کنه و تمام این مسائل میتونن به او کمک کنن که کیفیت زندگیش رو بالا ببره. خب دوستان عزیز، به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً نظراتتون رو برام کامنت کنید و برام بنویسید که شما راجع به این موضوع چه فکر میکنید. خوشحال میشم که اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید رو با من و دیگران در قسمت کامنت ها به اشتراک بذارید. و اگر خواهان ساخت ویدیوی آموزشی پرواز روح هستید، لطفاً این ویدیو رو در واتساپ و فیسبوک با همه دوستای خود به اشتراک بذارید. در صورت رسیدن تعداد اشتراک گذاری و لایک این ویدیو به حد مورد نظر، به زودی ویدیوی آموزشی پرواز روح را درست خواهم کرد و در این کانال به اعضای عضو کانال راز موفقیت تقدیم خواهم کرد. با آرزوی موفقیت و سلامتی برای تک تک شما دوستای عزیزم، تا
ویدیوی بعد، بدرود.